داشته باشه چند نکته برجسته را که سفارت افغانستان در ایالات متحده کوشش کرده که در پروسه سال از طرف حکومت افغانستان در اینجا منافع حکومت افغانستان در واقع پیش ببره، یک دو مثال برجسته اگر که اشاره بکنه. یک ای که ما همیشه در کوشش میکنیم که تمام مسائل آنن با حکومت ایالات متحده امریکا شریک بسازیم. یکی از مثالهای شمی است که در قسمت تشریک مسائی و همچنان بهبود روابط و پیشبرد روابط ما همیشه ملاقات ها و دید و بازدید های مکرر داریم. آیا ایالات متحده هم با شما جزئیات مذاکرات صلح شریک می سازد با سفارت افغانستان؟ نمایندگی سفیر صاحب خلیلزاد در اینجا ما امرایشان صحبت داشتیم، به طور متداوم و دوامدار کدام سیستم برای تشریک معلومات امرای سفارت ندارن، اما بخشای دیگه خود استیت دیپارتمنت، وایت هاوس مکررن امرای ما در تماس هستن. هر مسئله که می باشه یا اونا تماس می گیرن، اگر از طرف ما باشه ما تماس می گیریم و این به طور دوامدار و متواتر جریان داره. امرای دفتر نماینده خاص ایالات متحده امریکا هم روابط داشتیم، ما مجلس های داشتیم، منتها یک سیستم متواتر که به خاطر تشریک معلومات فعلا موجود نیست. عدم موجودیت چنین سیستم شما دلیلش در چی میبینین؟ خب ما به نمایندگی از اونا صحبت کرده نمیتونم که اونا چرا این سیستم ایجاد نکردن. ما قسمی که به اشاره کردم قبلا معلومات اما از بخشای دیگه همیشه میگیریم مستقیما امرای دفتر نماینده خاص، شاید به دلیل از یک سفر زیاد دارن و یا شاید هم به خاطر از اینکه بعد از هر سفر خود مستقیما میرن به کابل و سران حکومت در اونجا برشان معلومات را هم میکنن، اونا شاید درکشانی باشه که باز اونا هم رای ما معلومات را شریک میکنن، ولی 100% من به نمایندگی از اونا صحبت کردنم. بله، خواست نهایی حکومت افغانستان از مذاکرات صلح با طالبان چیست؟ آیا حکومت افغانستان حاضر است که خطوط سرخ خود کمی از او فاصله بگیره و یا تجدید نظر بکنه یا تغییر در او وارد بکنه؟ این خواسته های مردم افغانستان است. هیچ صلح قرار نیست در افغانستان تحکیم شوه و پایدار بیایه بانه غیر از اینکه او به خواست مردم افغانستان باشه. تا حمایت مردم افغانستان یک پروسه امرای خود نداشته باشه، به هیچ عنوان نه تحکیم شده میتونه و نه پایدار مانده میتونه. اگر مردم افغانستان خواستشان حفظ قانون اساسی است، گرچه که در مسوده در قطعنامه که از در قطعنامه لوی جرگه که به خاطر سال ایجاد شده بود بسیار واضح در این مورد صحبت شده و حتی مردم ما امی بزرگی را باز هم از خود نشان دادن و در این قطعنامه آوردن که اگر نیاز باشه که تغییرات در قانون یا تعدیلات در قانون اساسی بیاید، او هم باید توسط روش های مشخص و بعد از اینکه پروسه صلح تحکیم میشه باز میشه که رویش صحبت کنیم. آیا اگر مردم بخواهند که قانون اساسی افغانستان تغییر بکنه برآوردن صلح، حکومت افغانستان حاضر است که به خواسته مردم تن بده و تغییر ایجاد بکنه در ساختار حکومت افغانستان؟ حکومت افغانستان بسیار با وضاحت و صراحت خود جناب رئیس جمهور در جرگه صلح در اختتامیش اعلان کرد که من برای مردم یک چک سفید دادم. من به شما یک کاغذ سفید دادم و من از شما مشوره میخوام. به خاطر داشتن صلح پایدار حمایت مردم ضروری است. وقتی که پروسه صلح پیش میره، اگر مردم افغانستان و جانب مقابل به می موقعیت می رسن
که بعض تعدیلات هر دو طرف قبول داره که باید تعدیلات بیایه، این تصمیم مردم است و حکومت افغانستان به او احترام میمانه. پروسه صلح در کجا قرار داره و آیا به نظر شما پیشرفت داشته یا به بنبست رسیده؟ پروسه صلح به نظر ما پیشرفت داشته، به خاطر از اینکه ما شروع کردیم از فوریه 2017 اولین بار رئیس جمهور پیشنهاد داد و یک پیشنهاد 7 فقره‌ای را اعلام کرد و از طالبان خواست که به پروسه صلح بپیوندن و بسیاری مسائل را که تا او وقت طالبان صد رای پروسه صلح عنوان میکردن در او آدرس کرد. از او وقت به بعد یک پدستاورد پروسه صلح امی آتش بس 3 روزه در عید فطر سال گذشته بود. نماینده های طالبان بار بار پیشنهاد حکومت افغانستان برای یک رسیدن به یک آتش بس رد کردن و به حملات خود علیه مواضع حکومتی و همچنان غیر نظامیان ادامه دادن. آیا به نظرتان امیدی هست به این پروسه صلح، به خاطر که تا کنون حتی نتونسته که به یک آتش بس موقت دیگه دست پیدا بکنه؟ قسمی که شما گفتین رهبرا طالبا تا هنوز آتش بس نپذیرفتن و این جای تاسف است، به خاطر از اینکه خودش یک صد راه در مقابل تحقق یا رسیدن به یک صلح پایدار و ثبات در افغانستان است. شاید که یک تعداد رهبرا فکر کنند که خب با ما مذاکرات با ایالات متحده شاید پیش بره و شاید منتظر باشند که نیروهای ایالات متحده یک روز از افغانستان بیرون شوه و اینا دوباره امو سیستم قبلی و رژیم سابق خود بخواین که سر مردم افغانستان تحمیل کنند. ولی مسئله اصلی این است که او سیستم اینا در سال 96 سر مردم تطبیق کردن، در سال 2012 قابل تطبیق، در سال 2019 قابل تطبیق نیست. البته این یک مشکل بسیار جدی خود بود و ما امیدوار هستیم که اونا بالاخره به این نتیجه برسن که صلح نیاز مردم است و اگر خواسته باشن که جزء کشور خود باشن باید از به خواستای مردم تن بدن.